آرنج تنیس بازان و گلف بازان که البته به دلیل شیوع بیشتر این عارضه در بین ورزشکاران تنیس و گلف به این نام شناخته میشه. در این عارضه تاندون‌های خاصی در آرنج دچار پرکاری و تخریب میشن، کارهایی که همراه با حرکات زیاد مچ دست هست شانس این عارضه رو افزایش میده و به شکل رایجی در بین نوازندگان کیبورد، پرکاشن، کلارینت، چنگ و ترومبون دیده میشه. مشکل بعدی کارپال تونل سیندروم هست. تونل کارپال در جلوی مچ دست قرار گرفته و معبری برای عروق و اعصاب و تاندون‌ها به سمت دست می‌سازد. در صورتی که به دلیل حرکات نامتعارف و یا بیش از حد مچ دست و انگشتان، به ویژه خم شدن مکرر و طولانی مچ دست، فضای کانال تنگ بشه و روی ساختارهای ذکر شده فشار وارد میکنه و موجب کرختی، تیر کشیدن و یا درد در انگشت شست، اشاره و انگشت میانی میشه که همگی در اثر فشار بر روی عصبی به نام مدین، عروق و تاندونهای دست ایجاد میشه. فعالیت‌های تکرار شونده انگشتان و نگاه داشتن وضعیت‌های ثابت در مچ دست به مدت زیاد میتونه زمینه ساز آسیب باشه. به ویژه این مشکل در دست چپ نوازندگان تار، ستار، گیتار، عود و ویولون دیده میشه. مشکل بعدی سندروم تونل کوبیتال هست. یکی از اعصاب مهم دست عصب اولناس. این عصب از گردن به سمت انگشتان حلقه و کوچک میاد و در این مسیر از پشت آرنج از تونلی به نام تونل کوبیتال رد میشه. به درگیری عصب اولنا در بخش داخلی آرنج سندروم تونل کوبیتال گفته میشه که منجر به اختلال در حس و هماهنگی در حرکات به ویژه در انگشتان حلقه و کوچک میشه. در نوازندگانی که باید مدام آرنج رو خم کنن، کشیده شدن بیش از حد عصب زمینه ساز بروز این آسیبه که مجدداً در دست چپ نوازندگان تار، ستار، گیتار، عود و ویولون دیده میشه. سندروم دکوئرون مشکل رایج بعدیه که موجب ایجاد درد در ناحیه شست نوازنده میشه. دو تاندون مربوط به انگشت شست در غلاف مشترکی قرار دارن، یعنی اینکه به جای اینکه هر کدوم از تاندون‌ها دارای پوشش مستقل باشن، هر دو توسط یک غلاف پوشیده میشن. این مسئله موجب افزایش احتمال ساییدگی دو تاندون بر روی هم میشه که به نوبه خودش باعث ایجاد درد در شست نوازنده میشه. نوازندگان فلوت، کلارینت، درامرها، پیانیست‌ها و ویولونیست‌ها در معرض سندروم دکوئرون قرار دارند.